سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا و برنامه در همین نزدیکی با شما. شقایق هستم. به همراه پوریا با خبرها و گزارش‌های شما در خدمتتون هستیم. برای شروع برنامه بریم یک گزارش از سیستان و بلوچستان ببینیم و برگردیم تا برسیم به گزارش شما از دانش آموزان آشاگری. رحیم اینجا روستای چایکان در منطقه دشت آبخان دهستان کاروندر 60 کیلومتری شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان می باشد. من احمد رضا محموزی مدیر مدرسه در حال ساخت یک واحد آموزشی دوره اول دبیرستان هستیم. تعداد بیش از 100 دانش آموز پسر و دختر مشغول به تحصیل می باشند، وظای آموزشی ندارند و این ساختمان مدرسه را که شما می‌بینید توسط خیری برانها در حال ساخت است و نیاز به کمک شما برادران خیر داریم. تو کشوری که این همه سرمایه داره واقعا جای تأسف داره که هنوز تو خیلی جاها یه مدرسه ساده وجود نداره. آقایون مسئول فقط به فکر دزدی کردن هستن. افراد خیر و مردم هم که میخوان کمک کنن زود مسئولین بیکفایت حساباشون رو بلوکه میکنن و زود یه سهمی از پولای مردم رو برای خودشون میخوان. حالا بریم یه گزارش دیگه ببینیم و برگردیم. شهرستان اندیکا دارای 260 مدرسه عشایری است که اغلب در مناطق سخت‌گذر و محروم هستند. یک سرمایه گذار خیر در منطقه از این مدارس بازدید می کند و با توجه به شرایط این دانش آموزان تصمیم می گیرد تا 2000 جفت کفش مناسب تهیه و بین آنها توزیع کند. من عشایری زندگی سختی دارند و خیرین به ما کمک های خوبی کردند. با توجه به این که ما در این منطقه مشغول فعالیت هستیم تصمیم گرفتیم در کمک به دانش آموزان محروم عشایر قدم برداریم و از انجام این کار بسیار خوشحالیم. دست اون خیر چینی در نکنه، ولی یه سوال پیش میاد که چرا صدا و سیمای میلی زود رفته و گزارش تهیه کرده، تو بوق و کرنا کردن، ولی برای سیستان و بلوچستان هیچ گزارشگری نفرستادن یا خیلی جاهای دیگه. واقعا که جای تأسف داره که چجوری توی این 39 سال کشور رو نابود کردن به اسم اسلام و یه مش خرافات. برسیم به دورانی که بعضیا بعد 5 سال یه واحد خونه نتونستن بسازن، قیمت خونه رو هم چند برابر کردن و تا وقت پاسخگویی رسید قهر کردن و رفتن. در دورانی که بعضیا یه دیگه طرح شکست خورده یه تحول سلامت رو روی دست دولت گذاشتن و به جای پاسخگویی قهر کردن و رفتن. آقای مسئول مجازی جانم، این لایحه بودجه سال آینده خدمت شما. چقدر افزایش داشته جانم؟ حدوداً 20%. 20% کمه دیگه، من گفتم حداقل 20% افزایش بدین. کم آقا، این کمه. با این نمیشه کارهای زمین مونده کشور انجام داد که. این گلک بچه هم هست. گلک بچه شماست؟ برداشتی برای من گلک بچه آوردی؟ بدم به مالنت؟ نه، خودم میمالم. استعفامو من میگم. قهرم آقا، من قهرم. این کارا چیه؟ این استعفای شما، این خودکار میگیرم بودجه. پس من یه موضوع دارم. الو، شبکه یکیش جکی جان نشون داده به من نگفتید دیگه نه؟ باشه، استعفا آقا، استعفا. اینا چرا اینقدر سرده؟ استعفا آقا، استعفا. استعفا. اوضاع شوخی و جدی کشور خیلی قاطی شده دیگه. آدم نمیفهمه الان چی شوخیه چی جدیه. مثلا قیمت مرغ شوخی شوخی از دلار گرونتر شده، بعدم همه دارن با شوخی میکنن. از اون طرف آقای ظریف جدی جدی گفته اهداف برجام اقتصادی نبوده، همم جدی گرفتنش، در حالی که به نظر میرسه قیمت مرغ و گرونی ها رو باید جدی گرفت. آقای ظریف هم شوخی میکنه دیگه. آره شوخیه. و تو این وضعیت که شوخی و جدی قاطی میشه آدم نمیدونه این مسئولین دارن قهر میکنن جدیه یه شوخیه، کدومشه؟ مثلا هرچی به وزیر بهداشت نگاه میکنی میبینی
به طرف اصلا نمیاد اهل قهر کردن به شاخه، مثلا وزیره، رکورددار عمل جراحی چشمه، بیمارستان داره، 3-4 ماه دیگه 60 سالش تموم میشه و قهر میکنه. خلاصه که دولت شده خاله بازی. این هفته ماجرای استعفای وزیر بهداشت از قهرم رد شد و وارد فاز گیس و گیسکشی در دولت شد. اول از همه قاضی زاده هاشمی تقصیر رو انداخت گردن نوبخت و گفت البته دولت هم بی تقصیر نیست، همه رو گردن مجلس نندازیم. سازمان برنامه بودجه به نظر میرسه که حتما باید یه فکری بکنه برای معوقات بازنشستگان و پاداش پایان خدمت اونها. بعدم نوبخت در واکنشی تون جواب داد بنده هم میتوانم در جمع بازنشستگان شرکت بکنم، بگم که پول به شما داده نشده، واقعا هم اگه الان بدن اون کار نمیتونه به اندازه گذشته باشه، دستمالی هم از جیبم در بیارم، گوشه چشم اشک منم پاک بکنم. اینا که مشکل بازنشستگان رو حل نمیکنه. چطور شد بازنشستگان دو تا دستگاه دیگه مشکلاتشون حل شد، اینجا حل نشد؟ و روحانی هم که یه بار قضیه دعوای قاضی زاده هاشمی و ربی وزیر کارو دیده بود، این بار دیگه حوصله ناز کشیدن نداشت و سری یه نفر دیگه رو به جای سرپرست وزارت بهداشت منصوب کرد. ولی اینم روش قشنگی ها که بیای 5 سال باشی، وقتی ترشکست خود استعفا بدی بری. نه واقعا خجالت نمیکشی؟ ناسلامتی دکتری ها کلم مدیریت اکثر این مسئولین بیکفایت شده آزمون و خطا و مردم هم شدن موش آزمایشگاهشون، میان هی تهران میندازن و کلی هم بودجه خرجش میکنن. البته از خرج کردن منظور همون تو جیبشون گذاشتنه. بعد میبینن دیگه داره گندش در میاد، زود قهر میکنن و استعفا میدن و میرن. این هفته یهو یه بوی بدی در تهران احساس شد. واقعا بوی خیلی بدی میاد، ولی من نمیدونم حالا مال فاضلابه مال چیه، نمیدونم. واقعا انقدر بوی بدی میومد، حتی من چون مریضم هستم واقعا نمیتونستم نفس بشم، خیلی بوی بدی بود، خیلی بوی آشغال سوخته است. نمیدونم حالا من اینجوری احساس کنم یه بوی آشغال سوخته، آشغال وقتی میسوزن یه همچین بوی میده. بعدش یکی گفت بوی ترکیدن لوله فاضلابه، یکی گفت یه ماده شیمیایی توی گاز شهری وارد شده، یکی گفت بوی فاضلابه پلاسکوه، یکی هم گفت بوی نامطبوع دعوا در کابینه است. شاید عامل بوی بد تهران ماده‌ای در گاز شهری باشد و سپاسگزارم که هنوز به هیچ جنبندی بعد از 72 ساعت نرسیدیم. و بعد از اینکه این هفته سلطان سکه و سلطان قیر و سلطان کاغذ هم دستگیر شدن، الان همگان منتظر هستن که سلطان بو هم دستگیر بشه و ماجرا حل بشه. ماشینه مگه نه بود اونتخ بده؟ بله بله، این فکر کنیم جدیده، بو باقلی میده، بزن ماسکا. خدا لعنتت کنه بایرام، آخه الان وقتی این کار هست بایرام، این بایرامه فکرم اونا زدن، خودم هم. بعد از ماجرای فیلتر تلگرام و ناهماهنگی دستگاه های مختلف توی این ماجرا، حالا این هفته معاون فضای مجازی دادستان کل کشور دوباره از صادر شدن حکم قضایی فیلتر اینستاگرام خبر داده. واقعا از اینکه از تجربه های قبلی هیچ درسی نمیگیرید و با قوت راهتون رو ادامه میدید، صمیمانه ازتون تشکر میکنیم. دست گلتون درد نکنه. اگه بشه با این طرح 2 گیگ اینترنت رایگانم یه برخوردی بشه که بیشتر ممنون میشیم ازتون. فلان مسئول، آقای وزیر، آقای رئیس جمهور، هر کدوم از شما فکر کنید این دختری که هفته پیش از طریق شبکه اجتماعی خود دختر تعریف میکنه، میگه پدرم گفت معدلت 20 بشه یه گوشی برات میگیرم. خب پدر کار خوبی کرده، میخواد بچه‌ش رو تشویق بکنه، ولی ما یه گوشی دانش آموز در اختیار پدر قرار ندادیم که بچه‌ش صدمه نزنه. خب رفته پدرم گوشی ویژه دانش آموزی طراحی نکرده که اون بتونه در اختیار. بعد پدر میره گوشی رو میخره، خود دختر میگه پدرم گوشی رو به من داد، فاصله بین دادن این گوشی تا زمانی که من توی خونه دیدم 8 تا مرد جلو من باش دادن 2 هفته بود. 2 هفته میگه گوشی رو که دادن دوستان گفتن وایبر واتساپ اینا رو نصب کن. نصب کردم، پیشنهاد آقا نمیدونم قیافت خوبه، اینا خوبه، اینم چه چیزا، بعد لباس مثلا بی حجابی عکس بفرست، بعد دختر بفرست، بعد فلان، همینجوری همینجوری. یه دفعه حالا بیا یه قرار ببینم دیگه. من دیدم حالا این میتونه زندگی کنه، مسئول کشور، فکر کن دختره تو این بلا سرش اومده، مگه این با دختره تو چه فرقی داره؟ اصلا تو اونجا نشسته که مراقبه این. ببینید من چند روز پیش تو این مدرسه رفتم صحبت کردم، یه دختر 12 ساله اومد بهم گفت ببخشید باردارم. بعد به دختر گفتم شما چه اتفاقی برات افتاده؟
گفت من یه دونه سیم کارت بابام خرید، ولی یه دونه تبلت یا گوشی یا یادم نیست اون وقت، ولی بهم گفت اینترنت نمیخرم. بعد یه دفعه یه پرمک برام اومد گفت 2 گیگ اینترنت رایگان، فعالش کردم رفتم تو همین تلگرامو شروع کردم به چت کردن و بعد تو یه روزی اون آقا پسر اومد و رفت و اینها، آقا اکانتشو حذف کرد، دیلیت اکانت کرد. من اصلا نمیدونم کی بود کجاست. ای وای چیکاره، ای وای لگت میزنم پدر بزرگ. چی لگت میزنم؟ همین بچه که شما فرمودید. کدوم بچه؟ معلوم نیست که این کارشناسای مریض و از کجا میارن میبرن تو صدا و سیمای ملی. دو تا گزارش رو که دیدید، یکیش مربوط به یه سال قبل برای فیلتر کردن تلگرام بود، این یکی هم برای این هفته و فیلتر کردن اینستاگرام بود. کلن میشینن جلوی دوربین و خیلی راحت دروغ میبافن و تحویل مردم میدن، شرم هم نمی کنن. قربانعلی فرخزاد که برای واردات ورقه استیل و اقلام دیگه تونسته بود 446 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کنه، بعدم 201 میلیون دلارش رو ذخیره کنه و باهاش کالایی وارد نکنه و از فروش این دلارا سودی معادل 702 میلیارد تومان به دست بیاره که سهم خودش از این سود 260 میلیارد تومان بوده، وقتی قاضی ازش پرسیده که حاضری این پولایی که به جیب زدی رو به بیت المال برگردونی، گفته من هیچ کاری بودم، من فقط خر دولت بودم. سرخله قبول داری من آدم نادانی هستم؟ قبول داری من آدم نفهمی هستم؟ قبول داری من آدم سبک مغزی هستم؟ گاوم، خرم. یه وقتی بیشوخی میگی نخود مغز، واقعا نخود مغزم. هر چند وقت یه بار یکی رو میگیرن به عنوان سلطان فلان کالا و این داستانا دستگیرش میکنن، یه دادگاه سوری هم براش برگزار میکنن و پولشو میگیرن، زودم اعدامش میکنن که اسم افرادی که بهشون رشوه داده و شریکش بودن و لو نده، همه چی هم همین جوری پاک میکنن. خود مسئولین فاسد راست راست راه میرن و سر مردم رو کلا میذارن. این هفته یه خبر منتشر شد که رئیس سازمان خصوصی سازی چند وقت پیش مجتمع گوشت اردبیل رو به اسم خصوصی سازی خودی سازی کرده، یعنی از یه طرف اونو فروخته، از یه طرف دیگه خودش رفته اونو خریده. رئیس سازمان خصوصی سازی در جواب این خبر گفت اولا هیچ ربطی به سازمان خصوصی سازی نداشت، بنده به عنوان یک فرد، یک شهروند ایرانی رفتم یه فعالیتی رو انجام دادم که به غلط اون رو به سازمان خصوصی سازی نصب کردن، ارتباط دادن که اینها رو هم عرض کردم خدمت های ارتباطی، و اینکه همه پولی که برای خرید این سهام از بانک ملی متعهد شده بود خریداران بدن، همه را تا ریال آخر دادن. ارتباطی گفتن که بله اون موقع اگر شما 4 میلیارد تومان داده باشید، بله الان بیش از 100 میلیارد تومان، بیش از 100 میلیارد تومان بیارزه که حقتونه، نوش جانتون، 25 برابر و حقتونه و نوش جانتون. اما دادستان اردبیل این حرفا رو تکذیب کرد و گفت ایشون در حال حاضر به عنوان یکی از بدهکاران عمده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل تلقی میشن و ما هم به عنوان بیت المال و به عنوان حقوق یک بانک دولتی موضوع رو با جدیت در حال پیگیری هست، و افرادی هم که اعلام که اومدن و اعلام کردن به ما گفتن حقتون و نوش جانتون و این مسائل، اینا بحثای با وجود همه اینا رئیس سازمان خصوصی سازی گفته من به مدیر عامل این شرکت افتخار میکنم. برو بند و بساطت را بیاور، این افتخار تاریخی را ثبت کن. کدام افتخار؟ مردم هم به داشتن مسئولانی مثل شما افتخار میکنن. من میتونم بگم که افتخار میذاشتم که در اکثر معاملات اصلی این آب و خاک سهیم بودم و تونستم که معامله را خیلی سریع و بدون دغدغه جوش بدم. شما هم اگر که ملکی چیزی برای فروش دارید به خودم بگید، من مشتری دست به نقد دارم براش، پول میشونه بذاره رو میز، درصد منم هر وقت که داشتید بدید. از دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد از این کلاهبرداری ها به اسم خصوصی سازی باب شد که خودشون زیر قیمت اکثر شرکت های صنعتی رو خریدن و چندین برابر روش سود کردن، هیچ کس هم نیست که جورشون رو بگیره. یه نمونه دیگه هم مثل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که به همین شیوه نابودش کردن. نماینده با ادب سراوانه که یادتون هست. تو کنم 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 نه آقا جمعه دو سرم کنم 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 ک
این هفته هیئت نظارت بر نمایندگان براش یه حکم خیلی خیلی سنگین و کمرشکنی صادر کرده. تذکر شفاهی، تذکر کتبی، درج در پرونده، کسر حقوق احتمالاً. مسئولان اعلام کردن میخواستیم اولیاش هم بگیم بیاد مجلس که دیگه به جوونیش رحم کردیم. ولی واقعا نماینده سراوان یه وقت نشکنه زیر بار این حکم سنگین. یه ذره بهش رحم کردید، قول میده دفعه بعدی ادب رعایت کنه. باید ادب میشد، ادبش کردم. ادب مرد به حس دولت روسیا، علم و ادب با هم در دل جای گیرد. یا داشت عباس قلی خان پسری، ادبش کردم. عارف رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این هفته بالاخره سکوت خودش رو درباره پرونده تخلف تحصیلی فریدون برادر رئیس جمهور شکست و گفت آخه مگه این موضوع موضوع اصلی کشوره؟ بعد دوباره به سکوت خودش ادامه داد. یعنی واسه یه کمیسیون آموزشی مهم نیست که ایشون مدرکشو چجوری گرفته؟ فقط یه مشکلی هست، این که من مدرکمو زود میخوام. من نمیتونم 4 سال صبر بکنم تا مدرک بیاد دست. گرفتم چی میخوای؟ ببین من فعلا یه گواهی لیسانس فتوشاپی برات درست میکنم از دانشگاه پرتغال. خب این گواهی لیسانسه. آقا من نمیتونم برم اونجا که من کارم اینجا، زندگیم اینجاست. آقا جان اصلا ایشون میگه نیاز نیست شما تشریف ببری اونجا. شما میشینی خونتون، مدرک برات، مدرک غیر حضوری برات میگیره. درست میگم؟ بله این مطلی مشکله. یه با سخته برادر. فاطمه هاشمی گفته مرگ پدرم در 82 سالگی طبیعی نبوده و درخواست پیگیری موضوع داشته که بعد از گذشت 2 سال پرونده بسته شده و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. میخوای بدونی رمز موفقیت من چیه؟ رمز موفقیت من این بود که دروغی که میگفتم باور داشتم. میفهمی چی؟ در جمهوری اسلامی ولایت فقیه همه آدم کشن و حتی به خودشون هم رحم نمیکنن، ولی نمیدونن که هر روزی که داره میگذره داره به پایانشون نزدیکتر میشه. روز حساب پس دادنشون نزدیک شده و روزی میرسه که بابت این 39 سال که کشور رو نابود کردن به مردم جواب پس بدن. خب عزیزان، خیلی ممنون از این که با ما همراه بودین و برای ما فیلم و گزارش تهیه کردین. ایمیل برنامه ما در همین نزدیکی با شما shoma.tv@gmail.com. شماره تلفن گزارشگر ما هم 2044-738-822-2449 هست که میتونید از طریق تلگرام فیلماتون رو برای ما ارسال کنید. تلفن پیغامگیر برنامه هم 201-818-999-45 هست و میتونید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب هم به اسم ایران فردا در همین نزدیکی با شما دنبال کنید. ما همچنان منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما به همراه فیلماتون هستیم. تا هفته ی آینده و خبرهای جدید، خدا یار و نگهدارتون. من این فیلم رو برای برنامه در همین نزدیکی با شما برای تلویزیون ایران فردا دیدم. عزاز عزاز امروز روز عزاز.